سلام برای خیلی از دوستانی که در آلمان یا اتریش و کلا در اروپا هستن یک مرحله از کاراشون اینه که برن و مدارکی که از کشورهای دیگه داشتن رو در آلمان یا اتریش تعیین سطح بکنن یا تطبیق بزنن یا بذارن مدارک تحصیلیشون، دانشگاهیشون، گواهینامه، مدارک سابقه کار و هر چیز دیگهشون در از تعیین سطح بشه و به رسمیت شناخته بشه در این درس با هم دیگه یه سری جملات کاربردی در این زمینه رو یاد میگیریم. فعل مهمی که در این درس خواهیم گرفت فعل anerkennen هستش. anerkennen به معنی به رسمیت شناختن هستش یا تعیین صد کردن. به طور مثال میگم ich möchte meine unterlagen anerkennen lassen. ich möchte meine unterlagen anerkennen lassen. یعنی من میخوام مدارکم و تطبیق بزنم تعیین سطح بکنم حالا این ماین ما اونتالاگن هر چیزی میتونه باشه مدارک تحصیلی از خارج باشه باید بیایید آلمان بفرض و برید به اون اداره مربوطه بدین که تعیین سطح بکنه ببینه شما در مقایسه با اون مدرکی که دارید در آلمان در چه سطحی تعیین سطح میشه به این کار میگن ان یعنی شما میذارید که مدارکتون به رسمیت شناخته بشه تایید بشه لسن رو قبلا درس داده بودیم از اون فعلهای مهم هستش که لینکش رو براتون این بالا میذارم دوستانی که اون درس رو ندیدن حتما ببینن که قطعا خیلی بهشون در چه در امتحانات زبان آلمانی و چه در روزمره کمک خواهد کرد ich möchte اون unterlagen anerkennen lassen er hat ein schulzeugnis aus dem ausland اون آقای اون پسره یک مدرک مدرسه یا حالا کارنامه میتونه باشه یا مدرک پایان تحصیل در مدرسه از خارج داره er hat ein schulzeugnis aus dem ausland deshalb möchte er sein zeugnis anerkennen lassen deshalb möchte er sein zeugnis anerkennen lassen بنابراین اون میخواد که مدرکش رو بذاره به رسمیت شناخته بشه و تعیین صد بشه به آلمانی مثلا اگه ابیتور داشته تو کشور خودش ببین آیا معادل آبی آلمانی میشه و یا خیر به این کار میان انکنن کردن جمله بعدی ازای طولانی تره میگه wer im ausland studiert hat oder eine Schule besucht hat هر کسی که در خارج درس خونده و یا مدرسه رفته و نون این درشتلاند eine weitere ausbildung oder eine arbeitsstelle antreten möchte و اکنون حالا در آلمان میخواد به آسپیلدونگش ادامه بده به اون تحصیلش و یا یه شغلی رو آغاز بکنه کن دست آسلندش سایگنس انکنن لسن میتونه مدارک خارجیش را بذاره به رسمیت شناخته بشه و تعین بشه و im آسلند studiert و در Schule شول این بزوخت Und nun in Deutschland eine weitere Ausbildung oder eine Arbeitsstelle antreten möchte, kann das ausländische Zeugnis anerkennen lassen. Die Bezirkregierung ist zuständig für die Anerkennung von Abschlüssen. Und پس انکنن اسمش میشه انکنونگ انکنونگ دی بزیگ رگیرونگ ای زوشتندگ مسئول فیر دی انکنونگ فون ابشلوسن برای تح... به رسم شناختن مدارک تحصیلی در از ابشلوس به معنای این هستش که اون مدرکی که شما آخر درستون یا آخر دانشگاهتون میگیرید به اون میگن ابشلوس که گواهی اتمام مدرسه یا دوره هستش پس اسمش شد اسم انکنن میشه انرکنونگه من هخشول اپشلوس است این داشتلان انکانت واردن من است ان واردن. درسته؟ میگم مدرک اتمام تحصیلات دانشگاه من در آلمان به رسمیت شناخته شد معادل هخشول اپشلوس در خود آلمان شد اپشلوس به معنای پایان هست پایان نامه یا در اون مدرک پایانی و هوخشول ابشلوس به معنی دانشگاه هست دوستان مدرکی که کسی که دانشگاه درس خونده درسش تموم شده به اون میگن هوخشول ابشلوس جمله مون هم پسیو پسیو پرفکت هستش است با وردن اومده دوستان که درس پسیو رو ندیدن هم لینکش این بالا براتون میذارم میتونید مشاهده بکنید حالا این جمله رو پرفکت میگم میگم که این اداره شهرداری یا اداره که مسئوله مدرک مدرک های خارجی من رو به رسمیت شناخت تعیین سد کرد دی بزیک رگیرونگ هت مین آوسلندیش پس فعل انکنن پارتیسیپ میشه آنکانت با هابن اومده که صرف شده یعنی اون اداره مدارک من رو تعین سد کرد درست دی بزیک رگیرونگ هت مین آوسلندیش گواهی نامه هم همین فعل براش صدق میکنه به طور مثال میگم من داف میت اینم دی آدم اجازه داره با یک گواهی خارجی به مدت شش ماه استفاده کنه و اتومبیل رو برونه ماشین برونه البته منظور گواهی هستش که از خارج اتحادیه اروپا هستن wird der دفیرشاین نیشت mehr anerkannt بعد از اون دیگه گواهی نامه این گواهی نامه منظور گواهی نامه خارجی دیگه به رسمیت شناخته نمیشه و خیلی دوستانی که گواهی نامه از خارج دارن واسه در اصل کشورهای دیگه دارن واسه اینجا برن تطبیق بزنن اوم شایبه میکنم و دوباره امتحانات زبان امتحانات در از گواهی نامه آلمانی رو امتحان تئوری و عملی رو بدن با این تفاوت که دیگه ساعت اجباری برای امتحان عملی یا داخل شهری ندارید و برای همین که برای گواهی نامه میدید ارزون تر تموم میشه ما تمام سوالات گواهی نامه رو با همدیگه جدید جدیدترین سوالات رو کار کردیم تمام سوالات رو فست بندی کردیم با جواب درست و توضیحات که خیلی دوستان تونستن با کمک اون درس ها گواهی نامه آلمانیشون رو با موفقیت بگیرن برای دوستانی که دنبال سوال گواهی هستن هم لینکش رو این بالا میذارم و ولی در منو و یا همون پلیلیست مربوط به سوالات تئوری امتحان هم همه میتونید اون سوالات رو هم پیدا بکنید حالا به عنوان اوبونگ شما جواب این سوال رو بدید wurde dein zeugnis in in deutschland آیا مدرک تحصیلی تو در آلمان تعیین صد شد به رسمیت شناخته شد میتونید جواب این سوال رو به عنوان تمرین در کامنت بدید تا درسای آینده بدرود دوستان عزیز